جوزه مورینیو سرمربی سابق رئال مادرید امیدوار است که این تیم در این فصل فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود. آلیسون بکر دروازه‌بان شاخص و اصلی لیورپول بازی امروز تیمش مقابل برندفورد را از دست داد. پپ گواردیولا میگوید در کورس قهرمانی لیگ برتر انگلیس توجهی به هیچ کدام از تیم‌های لیورپول و آرسنال ندارد. الهلال با پیروزی مقابل سپاهان ایران به رکورد پیروزی‌های پیاپی منچستر سیتی رسید و حالا به دنبال رکورد تعداد برد‌های پیاپی در تاریخ فوتبال است. لاوتارو مارتینز ستاره آرژانتینی اینتر تمایلی برای پیوستن به پاریس سن ژرمن در فصل آینده ندارد. الکس گارسیا هافبک مد نظر بارسایی ها در واکنش به انتقالش متعجب شده و بازی برای بارسلونا را یک اتفاق بزرگ دانسته است. روزنامه بیلد اعلام کرد سباستین هالر ستاره ساحل آجی دورتموند با مصدومیتی جدی مواجه شده و چند هفته از میادین دور خواهد بود. دایو اوپامیکانو مدافع فرانسوی بایر مونیخ به دلیل اخراج شدن در بازی مقابل لاتسیو از بایرن عذرخواهی و ضمناً حملات نجات پرستانه را محکوم کرد. ایوان راکیتیچ ستاره جدید الشباب در اولین بازیش با پیراهن این تیم به یک رکورد دست یافت، به ثمر رساندن اولین گل برای الشباب با اولین شوت. و اینکه آنتونیو رودیگر همچنان تمرینات انفرادی را دنبال می کند و نمی تواند در بازی فردا مقابل رایو وایکانو حضور پیدا کند.